Breadwinner series, Mahmoodzada Wood Carving Factory. In this series of profiling and highlighting businesses run by women, we met this week with Ms. Noorjahan Mahmoodzada, who is a talented young woman with skillful art of carving on wood. She's been able to provide work to many young Afghans and is happy with her income and business. حسك از یو خورس صحبت به معنای واقعی فکر مثل هر قلمی که روی زینا خورده هر کندرکاری که روی زینا شده یا هر سوختکاری که روی زینا شده یک غرور انسان را متبور میکنه انسان لحظه به لحظه به این فکر میکنه که افغانستان چیزی هست سرزمینی وجود داره و مردمی که هم هنر را دوست دارن هم هنرمند هستن جمال محمودزاده هستم مسئول بخش صنایع کندرکاری نوسریچ و مدت تقریبا 11 سال میشه که در این بخش مسئول هستم کار و شرکت ما یک بخش کندرکاری نوسریچ است که شامل کندرکاری نوسریچ، کندرکاری کلاسیک، مجسمه سازی، تابلو سازی و لوگو سازی میباشد آنچنان کندرکاری دوستانی یک هنر معاصر افغانستان است که تقریبا قرابت 50 ساله دارد و دیگه شبکه‌کاری است که شبکه‌کاری ویمیس است در ویمیس ما شبکه‌کاری میکنیم و دیگه سوختکاری است سوختکاری که اول دستابی میشه بعد خود چوب سوختانده میشه می خواهیم که همین پروگرام ما را انکشاف کنیم
و میخواییم که یک پروپکی بزرگ داشته باشیم که دیگه در از ازد فرمولا یک کاریگر باید میاریم و میخواییم که دیگه بخش یک سرمایه قربانی به ما کمک کنند و ما بتانیم که همین بخش کازم کنیم شاخت بزنیم و در این بخش هم خانوم های زیاد در سپورت کنیم و این بخش هم بخش آموزش بدیم. هم یکم از کارگران در بخش کندفاری نیمستانی مشاگرد هستم و برحالی که در این بخش کار میکنم تا این مکتب هم هست. امرای استاد جوان زاده که استاد مصحب در این بخش برم یاد میدیم. کارهای زیاد را یاد گرفتیم در میتارم که یک صندوق مثلا خودم بتانم تیار کنم و خلال تانوز خادر نشدیم که کارای کلان بزنم و ما در اتدا از تب کنی کاری یاد گرفتیم و حالا کم کم بتانم که کندن کاری هم خب ما با کارای بتانم و انواری کارشم فیلکو برون صندوق دیوارات نیر خوران شریف اینا رو میتونم کار کنم تفاری کنم میتونم تانوز دو کارم تانوز یاد نگرفتیم کوشش میکنم که A 15-minute version of this story aired on Voice of Afghan Women Radio as a part of a series called Breadwinners, Profiling Female Entrepreneurs in Afghanistan.